لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدواریم در هر جایی که هستید لباس عزت و عافیت به صحتمندی را بر تن داشته باشید و از گزند روزگار در حفظ و امان الهی باشید. بازم شما را خوش آمدید میگوییم در برنامه رمضانی و درس های ماه مبارک رمضان. امیدواریم الله سبحانه و تعالی همه اطاعات و عبادات و بندگی ما و شما را در این ماه پر از فیض و برکت و خوبی و رحمت و شفقت مورد قبول درگاهش عنایت بفرماید و از سر تقصیرات همه ما درگذرد و قلمی عفو و بخشش خیش را در روی گناهانمون بکشد. بحث امروزی ما و یا موضوع امروز بحث نماز تراویح و یا همچنان نمازهای نفل دیگری است که در ماه مبارک رمضان خوانده می شود. گرچه در این اواخر متاسفانه در مورد نماز تراویح سر و صداها و جنجالهایی به گوش می رسد که در بسیار از مساجد روی قضیه اختلاف نظر وجود داره، در حالی که نباید به سر مسائل نفلی یا آنچه که از جانب الله سبحانه و تعالی فرض نیست، واجب نیست، در از این قضایا اختلاف صورت بگیره. اما پیش از اینکه به این نکات بپردازیم، جا دارد که در مورد نمازهای نفل در ماه مبارک رمضان هم اشاراتی داشته باشیم. گرچه وقتی میگیم نفل، خود تراویح هم جزء نفل محسوب میشه، نمازهای سنتی هم که میخوانیم جزء نفل محسوب میشه. نفل یعنی مازاد از فرض و واجب، چیزی که اضافه از فرض و واجب باشه، یعنی فرض نیست، واجب نیست، برش میگن در ذات خود یا نفل میگن برش، یا مستحب میگن یا سنت میگن. به اتفاق علما و اندیشمندان اسلامی، مهمترین نماز نفل، افضلترین نماز نفل، بزرگترین نماز نفل، نماز تهجد هست. در بین نوافل نمازهای نفل به نامهای مختلف یاد میشه. گاه وقتی به نام تراویح هست، به نام سنت هست، به نام تهجد هست، به نام اشراق هست، به نام عوابین هست، به نام دوحا هست، یعنی نامهای مختلف رویش هست، ولی هدف یک هدف است. همیشان جزء نفل محسوب میشن، اما درجات در بین اینها وجود داره. بزرگترین نماز نفل نماز تهجد است که در نص صریح قرآن هم به اشارات شده. الله سبحانه و تعالی می فرماید اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سبحان الله. و من اللیل فتهجد به، نماز تهجد از این آیت مشخص میشه که در شب هست. و آیت دیگر الله سبحانه و تعالی اشاره بروی داره، میگه که تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الله اکبر. چی کسانی هستند؟ اونهایی که در نیمه های شب پهلوهایشان را از خوابگاه های گرمشان جدا میکنن و بعد الله سبحانه و تعالی را در حالی میخوانند که هم ازش میترسن و هم امیدوار هستند. یعنی حالت انسان مؤمن باید بین این دو باشه، هم در بین خوف رجا، هم طمع داشته باشیم از الله سبحانه و تعالی، هم باید ترس داشته باشیم نسبت به جرم و جنایات و گناهانمون. و همون لحاظ است که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند اگر در روز قیامت صدا شود که یک نفر است وارد بهشت می شود، وقت با اعمال نیکیم و امیدواری به خالقم نگاه میکنم، میگم اون نفر عمر هست. وقت در روز قیامت ندا شود که اگر یک نفر است وارد جهنم میشه، میگه وقت با گناه و معصیت های خود نگاه میکنیم، میگیم شاید اون هم عمر باشه. این انسان بین خوف و طمع قرار داره. بزرگترین نوافل تهجد است. نماز تهجد از دو رکعت شروع، هرچی انسان بخوانه، دو رکعت بخواند، چهار رکعت بخواند، هشت رکعت بخواند، دوازده رکعت بخواند، اما بهتر است که طاق باشد. به همون لحاظ است که گفته شده اگر نمازی ویتر هم با تهجد خوانده بشه، بهتر است که نماز
تاق می باشد. این نماز تهجد هست. اما نماز تراویح، بیایم که در مورد نماز تراویح ببینیم که قضیهش چیست، چند رکعت هست، چیگونه خوانده شده است، فضیلت و درجاتش چی هست. در این مورد اگر ببینیم که معلومات داشته باشیم چقدر خوب میشه. یکی از علتهای اختلاف ما سر نماز تراویح، ناآگاهی از قضیه نماز تراویح هست. چرا میگن نماز تراویح؟ تراویح یعنی تربیح، تربیح یعنی نمازی که در او سهولت است، آسانی هست، نمازی که چهار رکعت که خوانده میشه بعد سر وقفه می نشینیم، با او استراحتی می گیریم، یک راحتی می گیریم، بعدا ادامه می دهیم با او نماز. اما پیش از اینکه به نماز تراویح شروع بکنیم، یک داستانی است که از ابن تیمیه رحمه الله باید بشنویم. شاید خیلی از مشکلات ما در شنیدن این داستان حل بشه. در مورد نماز تراویح، حضرت ابن تیمیه رحمت الله تعالی علیه روز وارد مسجد میشن، در ماه مبارک رمضان شبی وارد مسجد میشن، میبینن که در گوشه مسجد دو جماعت وجود داره، یکی یک طرف مسجد است، دیگری طرف دیگری مسجد است. وقتی از اینها سوال میکنه که اختلاف سر چی هست، چرا دو جماعت است، یک گروه میگن که ای امام ابن تیمیه ما 8 رکعت میخوانیم، گروه دیگر میگن که ما 20 رکعت میخوانیم. از گروه 8 رکعتی پرسان کرد که هدفتان از خواندن 8 رکعت نماز تراویح چیست، گفتن که سنت رسول الله است، دلیل داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم خوانده. از گروه دوم کسایی که معتقد بر 20 رکعت بودن، از اینها سوال میکنه که شما چرا، میگن هدف ما سنت رسول الله است، چون 20 رکعت خوانده شده، صحابه 20 رکعت خوانده، ما هم میخوانیم. ببینید از اینها سوال بسیار عجیبی میکنه، میگه که هر دوی تان ادعا دارید که این نماز سنت هست، یعنی به خاطر سنت بودنش ما تلاش میکنیم و میخوانیم، اتحاد و وحدت مسلمین چی هست؟ همه بر این اتفاق نظر دارن که فرض است. آیاتی متعددی در قرآن عظیم الشان در مورد حفظ وحدت، همدیگر پذیری، اختلاف نکردن آمده. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بر اسمان خداوند چنگ بزنید، ولا تفرقوا، متفرق نشو. جای دیگر میگه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم، شما نباشید از جمله او کسانی که تفرق کردن بعد از اینکه آیات روشن و واضحی پروردگار برای اونها آمد و برای اونها عذاب دردناکی است. جای دیگر قرآن میگه ولا تنازعوا، متنازع نکنید، تنازع و اختلاف نکنید در بین یکدیگرتان، چرا که این تنازع سبب میشه که هیبت شما، سیاست شما، قدرت شما زیر سوال بره، کم بشه. بنابراین برای اینها فرمود که اختلاف انداختن در بین امت گناه کبیره هست، و شما میگید که هدف ما از نماز تراویح سنت بودن نماز تراویح است. شما ترک فرض کردید، یعنی وحدت مسلمان ها، حفظ وحدت مسلمان ها فرضه. هیچ کدامتان به خاطر رسول الله و خاطر سنت رسول الله کار انجام نمیدید، بلکه یک تفرق، یک چند دستگی است در داخل یک مسجد. دو نماز جماعت کار بسیار نادرستی است، بنابراین نباید این کار را شما انجام بدهید. و بعد جماعت اینها را یکی کردن. حالا اتفاق بکنید سر 8 رکعت یا 20 رکعت هم دیگرتان قناعت بدهید، با هم تفرق نکنید. نکته دیگر که قابل تذکر از جالب اینجاست که در یک نمازی که فرض نیست، واجب نیست، حتی در مورد مؤکد بودنش اختلاف بین فقها، سنت مؤکد نیست، چی نیاز است که سر قضیه باید اختلاف صورت بگیره؟ در نمازهای نفل غالبا اختیار برای انسان، هر چی که انسان میتونه میخونه به اندازه توان و استطاعتش، دیگه جایی برای اختلاف باقی نمیمانه. به همون لحاظ است که پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که تشویق میکنه امتش را ترغیب میکنه برای ادای نماز نفل، برای اینها چی میگه؟ الله سبحانه و تعالی فرموده آنقدر که بنده ام با نوافل با من الله سبحانه و تعالی نزدیک میشه، با هیچ عملی دیگری نزدیک نمیشه. یعنی تلاش بکنید، کوشش بکنید نوافل انجام بدید، روزه های نفل، صدقات نفلیه، نمازهای نفل، هر چی در توانتان هست بخوانید، ادا بکنید، با الله سبحانه و تعالی نزدیک میشه. بنان عزیزان من، بیایید با هم ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم چند شب نماز تراویح خوانده و چی گونه خوانده. حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها
روایت میکنند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم صلى في المسجد ذات ليلة في رمضان فصلى بصلاته الناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة الى آخر حديث. حضرت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها می فرمایند در شب از شبهای رمضان پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مردم نماز دادند، یعنی مردم جمع شدند و پیامبر با اونها جماعت دادند، نماز خواندند، مطلق نماز خواندند، ولی معلوم نیست چند رکعت خواندند. شب اول گذشت، شب دوم تعداد کثیری از مردم جمع شدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اونها نماز دادند، یعنی تراویح خواندند در شبهای رمضان. شب سوم به حد یا شب چهارم به حد تعداد مردم زیاد شد، هجوم مردم زیاد شد، علاقمندی مردم زیاد شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی این علاقمندی دیگران را دیدن، وقتی به سلام این همه عشق و علاقه اینها را برای نماز دیدن، فلم یخرج الیهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر بیرون نشد از خانه، از حجرش بیرون نشد که برای اینها نماز جماعت را امامت بکنه، یعنی تراویح را. عده‌ای از اینها آمدن به اصطلاح صدا زدن یا سلفه کردن که به طوری که گویا پیامبر را متوجه سازن، ممکن رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش کرده باشه قضیه را. با وجود این که رسول الله صلی الله علیه و سلم صدای اینها را میشنید، بیرون نشد از خانه. چرا؟ آنقدر علاقمندی صحابه به این نماز زیاد شد و هجوم اینها زیاد شد که حتی پر شد همون جای نماز خواندن رو به اصطلاح، تا بیرون از همون مسجدی که تدارک دیده شده بودن، مردم ایستاد بودن، تهیه شده بود برای نماز، مسجدی که آماده شده بود برای نماز، بیرون از مسجد مردم ایستاد شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیرون نشد تا مدتی طولانی مردم انتظار بودن و دی نماز خواندن و به اصطلاح تسبیح و تحلیل و استغفار کردن و خب بالاخره برگشتن رفتن به خانه‌هایشون. وقت صبح نماز صبح را ادا کردن، صحابه گفتن یا رسول الله الا چی بود؟ شب اول به ما خواندی، شب دوم خواندی، دیشب که الحمدلله جماعت ما به حد بسیار وسیع و گسترده بود، چرا بیرون نشده برای ما امامت بدی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اینها فرمود که من متوجه شما بودم، من دیدم عشق و علاقمندی شما را به تعداد کثیری از شما که به نماز آمده بودین، ترس این بود که اگر برای شما امامت میدادم ممکن این نمازم از جمله نمازهای فرض قرار می گرفت برای شما و برای امت مشقت تمام می شد. یعنی به این معنا که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر عزیز ما رحمت للعالمین است او برای امت، کار نمی خواهد که امت در مشقت قرار بگیره، در سختی قرار بگیره. پیامبر میگه من وقتی که عشق و علاقه شما را، هجوم شما را، کثرت شما را به این نماز دیدم، بناهن ترسیدم که مبادا از طرف الله سبحانه و تعالی این نماز هم از جمله نمازهای مهم و نمازهای فرض و واجب قرار بگیره و شما در مشقت قرار بگیرید. یعنی اگر از جمله نمازهای فرض بشه انسان نتونه این نماز بخونه، چقدر برای انسان مشقت، گناهی کبیره است، گناه بزرگی است برای انسان. و اگر از جمله وجوبات قرار بگیره بازم نتونه انسان ادا بکنه در برابرش، که به اصطلاح واجب در نزد احناف است اما در نزد جمهور همون واجب هم فرض است و فرض واجب و فرض یکی است. بنابراین به این دلیل نخواندم، چون پیامبر راحتی امت را میخواهد. سبحان الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه من به خاطر که شما در مشقت نیفتین نیومدم که برای تان شب سوم یا چهارم جماعت بدم، ولی ما چی کار میکنیم؟ لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواك فی وقت کل صلاة. اگر برای امت مشقت تمام نمیشد، سختی تمام نمیشد، من اونها را امر میکردم که در هر وقت نماز از مسواک استفاده کنند. چرا؟ چون خوشبویی است، زیبایی است، نظافت است. ولی میگه چون مشقت تمام میشه به شما امر نکرد. اینجا هم میگه اگر این نماز بر شما فرض میشد شما در مشقت و در سختی قرار میگرفتید. خب این که چند رکعت از نماز تراویح چگونه باید خوانده بشه، چند نظریه وجود داره، بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم خدمت شما عزیزان. برنامه بحث ما روی نماز تراویح یا نمازهای نفل بود. گفتیم که نظر به حدیث ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها
پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم دو شب برای مردم نماز خواندن، شب سوم یا چهارم وقت هجوم مردم رو دیدن، گفتن که من ترسیدم که بر شما ممکن این نماز فرض بشه و شما در برابرش نتوانید ادای مسئولیت بکنید و در مشقت قرار بگیرید. خب اینجا اگر به تراویحی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده نگاه کنید، ببینید چند نکته قابل تذکر هست. یکی، عدد رکعاتش مشخص نیست، معلوم نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این دو شب یا سه شب چند رکعت خوانده. این یک مثال. دوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش برای صحابه امامت داده در نماز تراویح. سومی که وقتی علاقمندی مردم رو پیامبر میبینه میگه که به خاطری که فرض بشه بر شما ما ایره ترک کردم. یعنی به این معنا که در حالات ضرورت، حالاتی که به اصطلاح اگر کسی ترکش هم بکنه برش گناه نیست، خود پیامبر قصدا این عمل رو ترک کرده به خاطری که گفته بر شما ممکن فرض بشه. ایده ای بیم که ببینیم تعداد رکعات نماز تراویح چند است. جمهور فقها بر این نظر هستند که 20 رکعت است. جمهور فقها از حنفیه، شافعیه، حنابله بر این باورن که ان عدد رکعات صلات تراویح 20 رکعتا. تعداد رکعات نماز تراویح 20 رکعت است. وقتی گفتیم جمهور یعنی حنابله، شافعیه، حنفیها بر این باورن که عدد رکعات نماز تراویح 20 رکعت است. دلیلشان چیست؟ دلیلشان هم همیست که میگه وقت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صحابه را جمع کرد، با صحابه 20 رکعت نماز تراویح خواندن با امامت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه، و هیچ فردی از این جماعت کثیری صحابه در نماز تراویح اختلاف نظر نکرد. یعنی که اعتراض نکرد که یا امیرالمومنین چرا ما 20 رکعت بخوانیم؟ پیامبر 8 رکعت خوانده باشه یا پیامبر یا کمتر یا بیشتر خوانده، چرا ما باید 20 رکعت بخوانیم؟ این اتفاق صحابه، اتحاد نظر صحابه و سکوت صحابه در برابر جماعتی که 20 رکعت نماز تراویح خواندن به امامت ابی ابن کعب به فرمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، این دلیل بر این است که یعنی عدد رکعات نماز تراویح 20 رکعت است. چرا؟ طبعا در همین جماعت ممکن افراد بودن که با رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز تراویح خوانده باشند در همون شب اول و دوم. اگر احیانا ثابت می بود از رسول الله صلی الله علیه وسلم که پیامبر کمتر از 20 رکعت خوانده، یعنی 8 رکعت خوانده، یا به تعبیری مالکی ها که حتی اونها باور بر 39 رکعت نماز تراویح هم هستن، حتی ایده نظریاتی وجود داره. یعنی در مجموع در نماز تراویح سه نظریه است. گروهی باور به این دارن که 8 رکعت است، گروهی باور به این دارن که 20 رکعت است که جمهور باشن، ایده باور بر این دارن که مالکی هاست میگن 39 رکعت است نماز تراویح، اونا باورشان به ایست. بنابراین دلیل جمهور که میگن نماز تراویح 20 رکعت، یکی که صحابه 20 رکعت خواندن، دوم کسی اعتراضی هم نکرد برای گپ، سوم اینکه از رسول الله صلی الله علیه و سلم مشخصا 100% معلوم نیست که حتما پیامبر کمتر از این خوانده باشه یا بیشتر از این خوانده باشه. بنابراین همو حد اعتدال، نه 39 رکعت نه 8 رکعت، همون 20 رکعت حد اعتدال است و این نماز نفل است. در نماز نفل اختلاف نظر زیاد جایی نداره، نباید سبب اختلاف بشه، بلکه سبب باید وحدت مسلمان ها بشه و اجر و پاداشش زیاد است. خب حالا اونهایی که 8 رکعت هم میخوانن به این باورن، میگن که دلیلی دارن، میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی دیگر است که بازم اون ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها روایت میکنه، میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی در رمضان بشه در غیر رمضان همیشه 11 رکعت میخواندن. 11 رکعت یعنی 8 رکعت نماز تراویح میخواندن، 3 رکعت هم نماز وترشان میشد، مجموعا 11. چی در رمضان به چی در غیر رمضان پیامبر در نماز شبش ایره میخوانده، همین مقدار میخوانده. بنابراین اونا میگن که نماز تراویح 8 رکعت است. خب به هر حال اونها هم دلیل دارن، کسایی که گفتن 20 رکعت که جمهور بودن اونها هم دلیل دارن. امام مالک رحمه الله که ادعی از مالکی ها به این نظر باورن که نماز تراویح 39 رکعت است، اونها هم دلیل دارن در این مورد. بنابراین پس نباید اختلاف سبب اختلاف بشه نماز تراویح در بین ما مسلمان ها، چون هدف همه الله هست، همه به خاطر ثواب میخوانیم. و هر کسی هم که میگه ما 20 رکعت میخوانیم هدفش اینه که بیشتر ثواب کسب کنه، کسی میگه 39 رکعت میخوانیم هدفش اینه که بیشتر ثواب کسب کنه، اونی که میگه
11 رکعت یا همون 8 رکعت با صلات وتر 11 رکعت، اونم میگه هدف ما است که اجر و پاداش بگیرم. بیا چون در ماه مبارک رمضان نمازهای نفل پاداش نماز فرض داره، بناهن نماز تراویحی که شما میخوانید الله بریتان پاداش نماز فرض میده و نماز تراویح قیام اللیل ماه مبارک رمضان است. همین که میگن قیام اللیل یعنی استاد شدن در شب، ادهی کثیر از فقها بر این نظرن که منظور از قیام اللیل همین نماز تراویح است که در اول شب خوانده میشه. بنان عزیزان من، این نکته دیگری بود که در مورد عدد رکعات نماز تراویح. اما موضوع دیگرم قابل تذکر هست، یک بحث دیگر سر تسبیحات تراویح است. اصلا وقتی میگیم نماز تراویح دو تا معنی داره، یکی تراویح یعنی 4 رکعت خوانده میشه، دومی که در این نماز استراحت است، راحتی است، یک نوعی از سهولت گفته شده. یعنی به این معنا که وقتی شما 4 رکعت نماز تراویح میخوانید، سر 4 رکعتی میتوانید بنشینید، میتوانید چای بخورید، میتوانید برید وضو بگیرید، میتوانید بخیزید قدم بزنید. بنابراین یک راحتی و یک سهولت است، میتوانید آرام سر جایتان بنشینید. ولی متاسفانه در افغانستان و در ممکن بعضی از کشورهای دیگه این سهولت از مردم گرفتن، یعنی این راحتی که دین داده ای را از مردم گرفتن. به مجرد که امام سر 4 رکعتی سلام میده، میبینی که یک کس تلاوت شروع میکنه یا تسبیحات سبحان الله الملك القدوس، سبحان ذل الملک والملکوت، سبحان ذل العزت والعظمت والهیبت والقدرت والجلال والجمال والکبریاء والجبروت، تسبیحات مختلفی میخوانن. حتی در بعضی از مساجد اگر کسی این تسبیح را نخونه با واکنش تند مردم روبرو میشه. خب این جهل است، نادانی است. چرا امام های مسجد در برابر قضیه احساس مسئولیت نمی کنن؟ به جای اینکه یک اختلاف برای مردم جور بشه، سبب تشنج جور بشه، باید برایشون گفته بشه که این مردم حق دارن از نظر دین در این سر 4 رکعتی میتونه کسی برای وضو بگیره، کسی میتونه گلاس چای بنوشه، کسی میتونه به اصطلاح نوشیدنی دیگری داره استفاده کنه، کسی میتونه قدم بزنه، از جایش بخیزه، میتونه صحبت بکنه با هم، میتونه تسبیح بگه، سبحان الله بگه، استغفر الله بگه، آرام سر جایش بنشینه، میتونه بنان اگر اتفاق نظر دارن آیاتی تلاوت بشه گوش بگیره. یعنی جایی برای اختلاف در اینجا نیست و نباید این قضیه سبب اختلاف و تشنج در بین مردم ما بشه که والله مردم سر این قضیه اختلاف بکنه. و نکته اخیر در این مورد است که عزیزان من، کشورهای اسلامی که معتقد بر خواندن 20 رکعت نماز تراویح هستند، بهتر است که در اونجا همه با هم 20 رکعت بخوانند. کسی نیاید بگه والله ما 8 رکعت میخوانیم. چرا؟ چون در این نماز نفل است، اختلاف نظر درست نیست، تفرق درست نیست. حتی در مساجد قضیه به جای رسیده که زدن شروع شده سر این قضیه. من میگم شماهایی که معتقد و باور بر 8 رکعتی دارید، بیایید در نماز تراویح 20 رکعتی اشتراک بکنید، همون 8 رکعتتان که خواندید آرام بخیزید، از جایتان بروید، نه با کسی دعوایی بکنید، نه با کسی اختلافی داشته باشید. اصلی نظریه بر این است که کسی هر چی توان داره میخواند، این نفل است، اختیاری است. کسی 8 رکعت میخونه بخونه خانه ایش آباد، کسی 20 رکعت میخونه بخونه، کسی 39 رکعت میخونه بخونه، همه اش درست است. هیچ کدام اینها خلاف راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست و صحابه برای قضیه اجماع دارن، اتفاق نظر دارن. حتی صحابه‌ای بودن که بر 8 رکعت باور داشتن، صحابه‌ای بودن بر 20 رکعت باور داشتن، صحابه‌ای بودن بر 39 رکعت باور داشتن. این باور صحابه در این مورد بود. این وسعت دین را نشان میده، فراخی دین ما را نشان میده. نباید ما سر این قضیه اختلاف نظر داشته باشیم. و یک نکته دیگر هم که قابل تذکر است، ختم های تراویح است. متاسفانه در بسیار از مساجد امام ما، قاری ما طور قرآن را ختم میکنه که از اول قرآن تا آخر قرآن فهمیده نمیشه که چی خواند، چی گفت. دلشان خوش است که ما ختم قرآن کردیم. والله قسم است بهتر است که از 30 جزء قرآن که چنین پایمال بشه، به چنین خوانده بشه، بهتر است 15 جزء ایش بخوانید، درست بخوانید در نماز تراویح. ختم کردن قرآن در نماز تراویح یک امور مستحبی است، اجر و پاداش داره. حتی ثابت نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز تراویح 30 جزء قرآن خوانده باشند. صحابه خواندن، ولی کار خوبی است، اما به شرطی که درست خوانده بشه. حتی اگر 15 جزء را به عجله و به شکلی میخوانید که خودتان هم نفهمید، 5 جزء بخوانید، درست بخوانید در نماز تراویح. همون سوره های کوتاه را بخوانید، درست بخوانید. فقرا ما تیسر من القرآن، هر جایی از قرآن آسان است به شما،
همونجا را بخوانید، درست بخوانید. عبادت کم باشه، درست باشه، بر منهج رسول الله باشه، قابل قبول خدا باشه، این عبادت ارزش داره. بنان عزیزان من، این بود بحث نماز تراویح که در موردش عدد رکاتش گفتم، نظریات فقها را بیان کردیم.